سامی سلام. سلام آرمین، صدای من میاد کامل درست؟ بله، صدات میاد. درود آرمین جان. آرمین، من خیلی صحبت میکنم با افراد مختلف تو ایران، از دوستان و آشنایان و یکی نزدیکانم به واسطه شغلی که داره خیلی راحت میتونه با مردم گفتگو بکنه و خیلی هم زیاد حرف میزنه با مردم. کنن علاقش این همونجا که شما این کار میکنید، اون حضوران این کار رو داره میکنه. بعد به من میگفتش که میگفت از هر کی پرسیدم چرا این وضع تحمل میکنی، چرا نمیای بیرون فلان اینا، این میگه میترسیم اگه بیایم بیرون مثلا جنگ بشه. همین حرفایی که تو گفتی، میترسیم مثل افغانستان بشیم، مثلا داعش بیاد، چنین گروه ها شکل بگیرن. همین بسی که بله بفهم. من فقط برای اینکه این قسمت تیکه تیکه میشه، من یه ذره توضیح بدم. این نظر من، داشتم نظر بقیه رو میگفتم، این نظر منم دقیقا همین رو میگم. آره آره یعنی من آخه اگه این قسمت ویدیو اگه جدا بشه، ممکنه این نفر فکر کنه که تو داری میگی که من نظر من این بود. خب بگو. آه نه، به هیچ وجه منم نظرم این نیست. من اتفاقا فکر میکنم این یه حربه ایه تا مردم رو با این توی خونه نگه دارن، به نظر شخصی من اینه. ولی خب اون میگفت مردم اینو فکر میکنن و تا حدودی هم حق دارن که بترسن از جنگ و بترسن از فلان و این چیز طبیعیه واسه آدم‌ها. اما من یه چیزی که خودم فکر میکردم این بود، چرا تمام گروه‌های اپوزیسیون، چرا تمام گروه های مخالف از سلطنت طلب گرفته تا کمال دموکرات تا فدرال طلب تا پانتورک و پانکورد، همین گروه های مخالف تا مجاهدین، نمیان با هم دیگه هر کدومشون یک نفر رو بدن بیرون، یک شورای تشکیل بدن به اسم شورای دولت موقت، یعنی قول بدن فردای براندازی این شورای موقت میاد دولت رو به دست میگیره تا یک رفراندوم برای قانون اساسی شکل بگیره. اگه این اتفاق بیفته، خیال مردم هم راحته از اینکه فردای براندازی نه جنگی قرار خواهد شد اتفاق بیفته، چون همه گروه ها، همه جامعه جهانی، همه مردم قول دادن که تا تمام نشدن رفراندوم هیچ کاری انجام ندن. من پیگیری بودم چرا نمیان این کار رو انجام بدن. واقعا با انجام دادن این کار خیلی از مشکل حل میشه. چون اینم بگم که این گفته خیلی معروفه، 100% شنیدی، هانا آرنت میگه که توی حکومت های توتالیت و دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل براندازی همه چی نرمال به نظر میرسه، تا 15 دقیقه قبلش. و چیزی هم که ما فاصله داریم، به گفته خود شخص خامنه ای، اون چیزی که ما فاصله داریم تا براندازی 2 روز یا 3 روز بیرون ریختن همه مردم. یعنی اگه همه مردم معترض که نزدیک 60 میلیون نفر میشن، این اگه 3 روز تمام از خونه هاشون، از کارشون بزنن بیان بیرون، کشور فلج میشه و براندازی شکل میگیره. و من معتقدم که تفکر اکثر این مردم ترس از جنگ و ترس از تجزیه است. چرا گروه ها نمیان با تشکیل شورای دولت موقت این ترس از مردم بگیرن؟ خب اولا شما گفتید مجاهدین خلق، همه مجاهدین خلق، بهترین روش این هست که سپورت مردم رو دست بدین شما اگه بخواین توی همچین گروهی باشه. یکی این که شما همه این گروه ها بیان، حتی اگه بگیم که به فرض، من شما رو میت میکنم که صحبت میکنم، حتی به فرض هم اگه بگیم بیان بتونن همشون با هم متحد بشن و بگن که ببینین ما قول میدیم که هیچ اولا که اینا اکثرشون لازم نیست قول بدن، اینا اکثر براندازه کسایی هستن که یعنی جنگشون فقط با جمهوری اسلامیه، یعنی اینا اکثرشون با هم جنگی نخواهند داشته بخوان قول بدن چه ندن، مگر اینکه مجاهدین خلقی قرار باشه بیاد داخل. ولی مشکل این نیست که مثلا اینا، ببین ترس مردم این نیست که، فکر نکنم این باشه که اینا با هم به جنگن، یعنی مثلا مشروط خواها بیافتن جنگ علیه سلطنت طلبا، من فکر نکنم کسی از یک همچین جنگی بترسه. من ببین وقتی اگرم قرار باشه برانداز بشه، خب بالاخره طرفداران جمهوری اسلامی که جایی که کجا قرار بره؟ اونا که تو ایران میمونن، اونا فکر میکنن، اونا میان مثلا یه همچین چیزی رو میان قبول میکنن که ما یک حکومت شیعه ولایت فقیه میخوایم، ولی حالا شما براندازی کردین، اونا هم قرار بیان مثلا توی همچین چیزی رو امضا بکنن، حالا قبل از براندازی. خب اکثر احتمال جنگی که وجود داره بین کسایی خواهد، یعنی جنگ داخلی اگه قرار باشه بشه، بین کسایی خواهد بود که براندازی کردن و کسایی که اصلا نمیخواستن، یعنی طرفدار جمهوری اسلامی بودن. خب یعنی این ترس مردم از این هست، یکی این، یکی هم ممکنه ترس از گروه های دیگه، مثلا حالا اونا رو من الان نمیگم، من که نمیخوام خیلی قوی خیلی به این مثلا ترسای
اونو نمیخوام تبلیغ بکنم خیلی، ولی اصل مطلب اینه. خب یعنی که ببینیم خیلی ها مثلا طرفداران جمهوری اسلامی رو خیلی کم میدونن، در صورتی که یکی اینا تعدادشون زیاده، خب اکثریت جامعه نیستن، اقلیتن، ولی خیلی زیادن، با اینکه اقلیتن زیادن. یک دوم این که هزینه ای که حاضرن بدن خیلی بیشتره از اکثر مردم. خب اینا یه خرافاتی عقیده دارن که برای این خرافاتشون یه کاری حاضرن بکنن که خیلی از مردم حاضر نیستن بکنن. ببین شما نگاه کنین مثلا تو پاکستان هم اگه نگاه بکنین، اکثر مردم از این مسلمانای افراطیشون بعدش میاد تو پاکستان، ولی قدرتی که مثلا یک همچین مسلمانای افراطی تو پاکستان دارن به شدت زیادتر از مردم عادی هست، بخاطر اینکه هزینه ای که حاضرن برای عقایدشون بدن خیلی بالا هست. خب و یه چیز دیگه هم بگم، این گروه های شیعه ای خیلی از لحاظ اتحادشون با هم قوی تره، از لحاظ دسترسی به اسلحه هم خارج از ایران، هم ارتباطشون با گروه های شیعه ای خارج از ایران خیلی ارتباطشون قویه، خیلی از لحاظ یعنی اینا بالاخره تجربه جنگ و اینا دارن، مردم برانداز اینا تجربه جنگ و این چیزا رو ندارن، اینا میتونن تا یک دهه ممکنه مثلا برای مردم ایران هزینه بدن. خب ببین من طرفداری از من اگه خودم به طور شخصی طرفدار براندازی هستم، نه برای این احساسی که فکر میکنم یک همچین هزینه داده نخواهد شد، من فکر میکنم احتمالم داره که اتفاقا یک همچین هزینه داده خواهد شد، ولی اگه از تاریخی نگاه بکنیم این هزینه هم حتی اگه داده بشه به طور طولانی مدت هنوزم به نفع جامعه خواهد بود، اگه یک همچین حکومتی که یک همچین قدرتی رو مردم داره رو بتونیم ازش برش داریم. خب ولی من نمیتونم بیام بگم که خب پس برین براندازی بکنین، من مردمی که تو ایران هستن خودشون باید تصمیم میگیرن، من به طور شخصی ترجیح میدم براندازی بشه. خب ولی این ترسی که مردم دارن از این هزینه‌ای که ممکنه باید بدن اگه براندازی بشه، این ترس ما نمیتونیم دست کم بگیریم. خب برای اینکه این هزینه ممکن هست باید داده بشه. خب موضوع اینه که باید چیزی که باید قانع بکن، اگه کسایی که میخوان تبلیغ براندازی بکنن، تبلیغی که باید بکنن اینه که این هزینه حتی اگرم زیاد باشه برای یک دهه دو دهه، حتی اگه شما هم فایده یا نهاییشو نبینین، به خاطر بچه هاتون این هزینه رو باید بدین، یک همچین تبلیغی باید بشه. البته من نمیگم، من نمیتونم تعیین کنم، من خارج از ایران نشستم، این اگه براندازی بشه، اگه همچین هزینه ای مردم بخوان بدن، هزینه‌شو من نمیتونم بدم. برای من نمیام بگم که نه برین هزینه‌شو بدیم بخاطر اینکه به نفع بچه‌هاتون، اگه به نفع خودتون هم نشه به نفع بچه‌هاتون خواهد بود. این خیلی راحته برای یه نفر مثل من همچین حرفی رو، برای اینکه هزینه‌شو من نمیدم. خب من دارم میگم کسایی که مثلا خودشون قراره هزینه‌شو بدن، اگه میخوان تبلیغ براندازی بکنن، به نظر من به نفعشون این هست که نیان دست کم بگیرن ترس از این هزینه رو، بگن که نه این هزینه رو نخواهید شما داد، برای اینکه اگه یه موقع این هزینه رو دادین، اون وقت یکی بیاد یقه شما رو بگیره که شما قول دادین این هزینه رو ما نباید بدیم ولی حالا داریم میدیم، شما گفتین جنگ داخلی نمیشه ولی حالا جنگ داخلی شد. من میگم یه ذره واقع‌گراتر باشین، اگه میخواین تبلیغ بکنین بگین ببینین این هزینه بالایی ممکنه خواهد بود ولی ارزشش رو داره. سمی جان بفرمایید. آمین جان، تا حدودی موافق بودم با حرف آدم ها. یه پارتی که گفتی که جنگ اصلی بین اون بازمانده های جمهوری اسلامی خواهد بود با مردم، من تا حدودی مخالف اینم، چون گفتی اینا ارتباط دارن با گروه های شیعه دیگه و اینا خیلی راحت میتونن کار بکنن. اولا این پارتشو بگم، همونطور که خودمونم میدونیم تقریبا تمام گروه های شیعه و خیلیشون غیر شیعه توسط جمهوری اسلامی دارن تامین میشن، یعنی اگه این منبع رو بزنی شما انگار مغز رو زدی، یعنی جاهای دیگه بدن کمک دستشون بر نمیاد بخوان بین بکنن، چون دیگه جمهوری اسلامی با این قدرتی هم که داره بازور میتونه اینا رو ساپورت بکنه تو منطقه تو جاهای دیگه. و بستگی بر این داره که چند درصدشون عقیدتیان و چند درصدشون پولیان. خب خیلی از براندازه دست کم میگیرن که چه درصد خیلی بالایی از اینا عقیدتی کاراشون انجام میدن. خب درسته که خیلی هاشون فقط پولی هن، ولی بعضی هاشون هستن که فقط، یعنی خیلی هاشون هستن که پولی هم هستن. میدونی مزون چه؟ و یه چیز دیگه هم بگم، حالا شما هم اونایی هم که عقیدتی نیستن ولی فقط پولی هن، یعنی ساپورتشون از جمهوری اسلامی دست خواهند داد به محصی که دیگه از ایران مثلا پولی براشون فرستاده نشه یا چیز دیگه براشون فرستاده نشه،
باید یه چیزی هم بگم، حالا براندازی هم اگه بشه جنگ داخلی بشه، شما که معلوم نیست کدوم گروه حالا دسترسی خواهند داشت مثلا به چاهای نفت، کدوم کسا دسترسی خواهند داشت به مثلا فلان اقتصاد، یعنی ممکنه حتی اگه براندازی هم بشه، اگه جنگ داخلی بشه، اون قسمت های گروه های شیعی که یه مقدار بتونن مقاومت کنن رو کار بمونن، ممکنه هنوز هم بتونن خرج به سری جنگ های داخلی رو بدن، و اتفاقا ممکنه که بهتر از حال هم بتونن خرج جنگ های داخلی رو بدن، برای اینکه دیگه لازم نیست پول مثلا آموزش و پرورش و پول مثلا دسترسی، فرض کنین که اینا مثلا دسترسی به چاهای نفت و این چیزا رو داشته باشن و هیچ دولتی هم نباشه که اصلا مثلا قرار باشه مثلا خرج آموزش و پرورش و جاده و آب و برق و اینا رو بده، و هر چی پول در میارن فقط برای این باشه که بفرستن مثلا به این گروه های نیابتیشون و کسای دیگه داخل و خارج از ایران، برای اینکه بجنگن با کسایی که براندازی کرده. یعنی من نمیگم اینطوری میشه ها، ولی من میگم میتونه ما شرایطی ممکنه به وجود بیاد. ببین ممکنه هم هست که فرداش سکولار دموکرات بشه. خب من نمیگم، یعنی من نمیخوام یه چیزی بگم که مردم که بگم اینجوری میشه بترسید. خب ممکنه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، چهارشنبه سقوط بکنه، پنجشنبه رفراندوم بگیریم، جمعه سکولار دموکرات داشته باشه، ممکن اینجوری هم بشه. خب ولی ممکن هم 10 سال جنگ داخلی بشه، من نمیدونم و میگم که احتمالات داریم میگیم دیگه، درست شما رو میدونم و بهتر بدتر مدن بعدمون بررسی میکنیم این آوتکام های مختلفی که این قضیه رو داره. اما طالبان و جمهوری اسلامی و امثال هم، اینها یه ایدئولوژی هستن، اینا منبع اصلی تغذیهشون به قول خودت این عقیده شونه، و ببینید وقتی که این عقیده قطع بشه، این همین طالبان مثلا اگه همین فردا اتفاقی بیفته که دیگه نوع عضو جدید نگیرن، نه حد دو سه سال طول میکشه تا کلان از بین برن. یعنی دیگه اینا کارشون بفرم، نمیدونم درست باشه این حرفت یا نه، برای خیلی طالبان هم تقریبا خیلی نزدیک. ببین طالبان برای این بقا پیدا کرد که از لحاظ عقیدتی مردم، ببین از لحاظ پولی و از لحاظ طالبان تا یه جایی کشونده شد که تقریبا کاملا برشکست شد، ولی به خاطر اینکه از لحاظ عقیدتی سپورت خیلی از مردم تو افغانستان رو داشت، هیچ وقت آمریکا نتونست کاملا محوش بکنه و برگشت. یعنی من میگم ببین، من تاثیر پول میدونم، تاثیر پول و اینا زیاده و خیلی از اینا هستن که تا پول اینا تموم بشه میرن، ولی تاثیر عقیده رو دست کم نگیریم. درسته. نه من یه چیز دیگه گفتم، فکر کنم اشتباه فهمیدی. من میگم اگه من به عقیدتی اینها قطع بشه، اینا دیگه چیزی برای، اگه همین الان عضوگیری طالبان تموم شه، دیگه هیچکی عضو نشه طالبان، از همین الان اینا نباید چند سال بتونن دووم بیارن اینها با عضوگیریاشون با عقیده‌هاشون. ولی ببینید نه طالبان نه اسد هیچ کدوم نیومدن بگن که ما تا موقعی روی کار هستیم که مردم ما رو بخوان، اگه مردم ما رو نخوان ما گردن از مو باریک‌تر می‌ریم. ولی خمینی، خامنه‌ای و سردمداران جمهوری اسلامی بارها اینو تاکید کردن، گفتن ما تا روزی هستیم که مردم ما رو بخوان، اگه همین فرد و مردم ما رو نخوان ما خواهیم رفت و مردم خودش اینو اومد. وقتی که اینو گفتن، حتی این باعث میشه که خیلی از مردم دیگه طرفدار اینها نشن، فردی براندازی بگن اینا که گفته بودن اگه مردم ما رو نخوان ما میریم، پس چرا باز دارن جنگ را میندازن. یعنی این حرف باعث میشه که دروغو جلوه داده بشن و دیگه نرن سمتشون. خیلی خیلی آیدیالیست هستی سمی جان، اگه قرار بود مردم منطقی فکر کنن که اصلا مسلمون نه، یعنی تو میگی اگه مردم قرار بود منطقی باشن که مثلا اصلا انقلاب نمی کرده، یه جوری تو داری دو تا چارتا میکنی، میگی خب جوابش واضحه، باید به همچین نتیجه برسن. خب اگه یه چیزی منطقی باشه و به نظر راحت باشه نتیجه گیری اونجوری که تو میگی، معنیش نیست که مردم به این نتیجه خواهند رسید. میدونم چه، یعنی خب برای تو دو تا چهار تا است، برای خیلی ها میگن که نه اشتباه میکنی سمی جان، میشه پنج. اینو یادم چه، یعنی یه چیزی اگه برای تو ساده و منطقی باشه، معنیش این قطعیت رو نباید به تو بده که بقیه هم به همین نتیجه میرسن. درسته. یعنی اگه فردای براندازی ما یه کلیپی درست کنیم از حرفای خمینی و خامنه‌ای که میگن میزان رأی ملت هست اگه مردم ما رو نخوان ما میریم، و اینو پخش کنیم بین خودشون که اشخاصی هستن که با دیدن این باز برن طرف اینا. خب ببین اینا ولایت فقیه ها که اصلا خیلی هاشون اصلا برایشون نظر مردم مهم نیست، ممکنه بیان بگن بابا جان شما خمینی قبل از اینکه نگفت برین کتاب ولایت فقیهشو بخونید، تو اونجا خودش گفته حکومت باید حکومت اسلامی باشه، مردم چیکارن؟
حالا ممکنه بعدش اومده یه همچی حرفی زده که مجبور بوده فشار بهش وارد شده به خاطر این حزبای کمونیستی و کسای دیگه، حالا انقلاب بوده جو گرفتتش یه چیزی هم گفته، شاید هم تقیه کرده، حالا چه میدونیم. ما که میدونیم بعد حکومت خدا یا اسلامی یا ولایت فقیه باشه، ما که کتابش درسته. خودش به طور واضح تو کتابش قبل از اینکه چه میگه، قبل از اینکه چرت و پرتای مردمی یا اینا رو خود ببین اصلا تا حالا اینا میگی. خب ما ازش از خمینی هم خود نوار داریم که دقیقاً گفته که مردم اصلا کسی حرف دموکراسی نباید بزنه، خودش گفته کسی که اسم دموکراسی میاره خائنه، ما از اینم از خمینی داریم. یه چیز دیگه هم از خمینی داریم، مثلا گفته که ببین ما اینا همون آدمایی که میگن تا که امام زمانم علیه جمهوری اسلامی بود بعد امام زمانو باید زد کشت. خب اینا همین حرفای میزنن، خب همین عقایدی دارن، خب شما منور میگید منور خودشونو میاره. درسته. من فکر نکردم به این پارت دومش که گفتین اینا هم هست، این حرفم زده شد. درسته. و فرامین جان سوال آخرم اینه که من چند روز پیش اومدم بالا با تصویر هم بودم در مورد فدرالیسم حرف زدم که چرا فدرالیسم رو دوست نداری و گفتیشون اگه فدرالیسم توی ایران بشه بر اساس زبان و این نژاد و قومیت‌های مختلف شکل میده که این باعث میشه مردم بیشتر جدا بشن از هم دیگه، مردم مختلف ایران. درست میگم این حرفو زدی دیگه شما؟ نه من گفتم که ببینیم بر اساس ترسی که مردم دارن الان به شدت از من از تجزیه طلبی و اینا، خب بهترین روش متحد کردن مردم علیه جمهوری اسلامی تبلیغ از یک حکومت سکولار دموکرات مرکزی هست. من گفتم این الان این بهترین شانس ساپورت اکثر این تعداد مردم علیه این حکومت رو داره اگه شما تبلیغتون این باشه. خب و من گفتم یک حکومت سکولار دموکراتی که حق همه مردم رو یکی میدونه هیچ کاری نیست که این حکومت نتونه بکنه، برای اینکه حق کردها، آذریها، عربها، بلوچا رو حقشون رو بهشون نه، یعنی هیچ حکومت فدرالیستی چیزی نیست که بتونه به این مردم بده که یک حکومت سکولار دموکرات نتونه بده. منظورم این بود. درست. من بعد اون روز از خود شخص کاوه آهنگری سوال کردم و گفتم که این من حرف شما رو زدم دقیقا، گفتم این فدرالیست که میگیم باعث میشه که مردم بیشتر بترسن که جدا بشه بین مردم، بعد گفتم که بیشتر جدایی میندازه بین مردم چون بر اساس زبان و نژاد خواهد بود. بعد کاوه آهنگری اومد گفتش که برای این حرف درسته ولی ما حکومت فدرالی باید درست کنیم که بر اساس زبان و نژاد نباشه. من فرصت نشد بقیه سوال بکنم ازش، ولی به نظر تو امکان پذیر هست توی ایران حکومت فدرالی باشه که بر اساس زبان و نژاد نباشه؟ یعنی مثلا کردها راضی میشن نصف کرد باشن نصف ترک توی حکومت فدرالی، مثلا چنین چیزی امکان پذیر هست به نظرت؟ نه، من فکر کنم هر کسی که پیشنهاد فدرالیست داره میکنه برای حقوق کردها و عربا و آذریا و بلوچیا است، برای همین من نمیدونم. دلیل دیگه برای پیشنهاد حکومت فدرالیستی من نمیدونم. اگه برای بله و تنها دلیلی هم که بفهم بگو تنها دلیلی هم که میارن همین آموزش با زبان مادریه، اصلا یعنی چیز دیگه نیست که اینا بگن و نشه. یعنی همه چیش رو گذاشتن سر همین. خب یعنی ما تنها دلیلی که یک حکومت مرکزی سکولار دموکرات رو قبول نمیکنن نسبت به یک حکومت فدرالیستی همین زبان مادریه، یعنی زبان ما، یعنی این همه ترس از سجده طلبی و تفرقه بین مردم ما باید قبول بکنیم به خاطر همین زبان مادری. میگم بابا جان جمهوری اسلامی مگه شما نمیخواید بره؟ حالا نمیشه، یعنی سر هم یعنی شما همه حقای دیگر دارید میگیرین، حق آزادی بیان، حق انتخاب سیاستمدارانتون، حق اینکه از دین حکومت از دین جدا بشه، حق اینکه یک حکومت مسئولیت پذیر بشه، همه اینا رو میخواین به خطر بندازین به خاطر اینکه حق حالا آموزش به زبان مادری رو میخواین. حالا من نمیدونم خیلی، یعنی همه چیشون رو گذاشته، یعنی خب سر همین یه چیزی که گیر دادیم بهش ممکنه همه حقوق دیگه‌ای که ممکنه گیرتون بیاد از دست بدیم. من میگم اتحاد چیزی که بیشترین شانس اتحاد اکثریت مردم علیه جمهوری اسلامی داره همون حکومت مرکزی سکولار دموکرات که برای همه شهرونداش یک حقوق قائل میشه، چه کرد باشن، چه فارس باشن، چه هرچی باشن، چه عرب باشن، حقوق برابری دارن. درسته. خیلی ممنون آمین جان که وقت بهم دادی و یه چیزم من تو دلم بود بگم، خیلی خوشم میاد ازت، اینه که
اونطوری که تو با ایمان میگی خداحافظ، خیلی از مسلمین نمیگن خداحافظ. خیلی جالب بود این برای من. میگم من اینو میگم برای حساسیت زدایی توی بی خدایان، یعنی برای درسته. بله بله. نه من درک میکنم، شوخی بود صرف این نکته. آره. خیلی متشکر. من دیگه برم، خداحافظ. ممنون، فعلا.